بیانیه استرون استیونسون رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا درباره تقلب‌های گسترده در انتخابات عراق 8 مه 2014. برای آخوندها در تهران یک دولت دموکراتیک در بغداد امر شومی خواهد بود. سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا باید مداخله کنند. 9 روز پس از انتخابات عراق هیچ نتیجه ای اعلام نشده است و این نگرانی فزاینده ای را دامن می زند. منابع دولتی ادعا می کنند که هیچ بیانیه ای تا پایان ماه مه داده نخواهد شد. رهبران سیاسی در عراق که نسبت به تقلب گسترده در انتخابات ابراز نگرانی کرده اند، بیم آن دارند که دستکاری بیشتری در نتایج انتخابات در پشت صحنه در حال وقوع است، تا یک دوره سوم برای نوری المالکی که عمیقاً منفور و خودکامه است را تضمین کند. همچنین شک و تردید زیادی درباره ادعای 62% مشارکت مردم در انتخابات با توجه به سابقه افزایش خشونت‌ها در عراق و کمپین نسل‌کشی که علیه اهل سنت در استان الانبار در جریان بوده وجود دارد. بسیاری از رهبران سیاسی عراق معتقدند با توجه به ریختن بمب‌های وحشتناک بشکه‌ای به روی مدارس و بیمارستان‌ها در فلوجه و رمادی و تخریب سدها که منجر به زیر آب رفتن بیش از نیمی از منطقه ابو غریب شده، رقم 62% شرکت کننده کاملاً غیر واقعی است. عیاد علاوی رهبر العراقی گفته است که 2 میلیون اوراق رای ناپدید شده‌اند که این سوء ظن عمیق را بالا می‌برد که تقلب انتخاباتی بزرگی صورت گرفته است. رژیم ایران که مالکی را به عنوان دست نشانده خود تلقی می‌کند، بر روی جناح‌های مختلف سیاسی فشار می‌گذارد تا آنها از دوره سوم نخست وزیری مالکی حمایت کنند. برای ملایان در تهران یک دولت غیر فرقه‌ای و دموکراتیک در بغداد امر شومی خواهد بود و آنها دنبال این هستند که 4 سال حکومت خودکامه دیگری در عراق تحت هدایت حکام تهران را تثبیت بکنند. حضور شبه نظامیان تحت حمایت رژیم ایران در جنگ خونین در فلوجه و رمادی نشانه های روشنی از این دخالت هستند. این انتخابات به طور قابل توجهی فاسد شده است، آنچنان که نتیجه هر زمان که نهایتاً اعلام شود به طور قطع جعلی خواهد بود. سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا باید مداخله و اعلام کنند که این یک انتخابات آزاد و عادلانه نبوده است. آنها نباید عقب بایستند و دستان خیش را از این امر بشویند. مردم عراق به اندازه کافی رنج برده اند. آنها نیاز به یک انتخابات دموکراتیک دارند که دولتی را برایشان فراهم کند که بتواند آزادی، دموکراسی، عدالت، حقوق بشر و حقوق زنان را به عراق بازگرداند. دیکتاتوری فاسد مالکی برای 4 سال دیگر به نفع هیچ کس نیست. تلویزیون البغدادیه، بستن جاده المثنای بغداد توسط عشیره از ظوالم در اعتراض به تقلب در انتخابات پارلمانی عراق در استان المثنا. طالعين ويطالبون حقهم ويطالبون ويجبروهم على فر عادة الفرز بإجبارهم، مو طلبا طالب، لا غصبا عليهم يعيدوا، غصبا عليهم عندنا حق واحنا قدمنا طبعا، عندنا شك حقيقي. بعدين احنا قدمنا يعني من ناحية اكو طعن واكو شكوى قدمناها بالنسبة للمفوضية، ونطالب الآن كل الكتل وكل النزهاء وكل الشرفاء أن يحاولوا أن يضغطوا على المفوضية لإعادة الفرز. المفوضية تتحمل المسؤولية الكبرى لأنه شلون زوروا، يعني بالتأكيد أكو اتفاقات بيناتهم، شلون صار التزوير هذا؟ المشكلة أنه الأعضاء اللي موقعين اسم ما شابه اسم بالنسبة للكيانات، أكثر من 15 موظف اللي وقعوا، شلون دققوا ووقعوا؟ يعني احنا ناس بسطاء
اكتشفنا التزويرة. هل تسرق أصوات الناخبين من محافظة المثنى؟ وليس بس الظوالم، انتخبوا حيدر من جميع أنحاء المحافظة، من جميع عشائر بن حكيم. انتخبون الفقراء وهم يعبرون عن 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 غضبهم، عن غضبهم، وطريقي سوف نحاول السيطرة عليهم وأهدئهم بسلوك الطرق القانونية لحل هذه المشكلة.